مخمر فوری 4 گرم یا 1 قاشق چای خوری، روغن مایع 50 گرم یا 4 قاشق غذاخوری، آب همدمای محیط 287 میلی لیتر یا 1.1 پیمانه. همه رو با هم مخلوط می‌کنیم. سپس 515 گرم آرد مخصوص نون به اضافه 5 گرم نمک رو حتما از الک رد می‌کنیم و به مایع اضافه می‌کنیم. توسط لیسک اون رو هم می‌زنیم تا یک خمیر تقریبا یک دستی به دست بیاد. سپس اون رو روی سطح صاف خالی می‌کنیم تا بتونیم با دست اون رو ورز بدیم. اگر قراره که با دست ورز بدیم، حدود 20 دقیقه کامل اون رو ورز میدیم تا یه خمیر لطیفی به دست بیاد. اگر قراره با همزن این کار رو انجام بدیم، با همزن ایستاده، حدود 13 تا 15 دقیقه طول میکشه تا خمیر ما کاملا لطیف بشه و به این شکلی که الان داریم میبینین در بیاد. در انتها خمیر ما به این صورت خواهد شد. خیلی خیلی کم حالت چسبنده است، ولی دیگه اصلا بهش آرد اضافه نمیکنیم. اون رو داخل ظرف گودی که آرد پاشی کردیم قرار میدیم و سطح ظرفمون رو کاملا با سلفون کاور میکنیم که خمیر ما به اصطلاح ور بیاد یا حجیم بشه. اون رو در دمای محیط آشپزخونه قرار میدیم. بعد از حدود 1 ساعت و 45 دقیقه خمیر ما ور میاد. حدود نصف قاشق غذاخوری آرد به اضافه 6 قاشق غذاخوری آب رو داخل ظرفی می‌ریزیم، روی شعله اجاق گاز قرار میدیم و شروع به هم زدن میکنیم. اونقدر اون رو هم میزنیم تا به این صورت در بیاد. بیشتر از این نمیگذاریم که غلیظ بشه. اون رو از روی اجاق گاز برمیداریم تا خنک بشه. آرد سمولینای ذرت من دارم و شما میتونید به جاش از آرد سفید نونوایی یا آرد سفید معمولی استفاده بکنید. اون رو داخل سینی فر می‌ریزیم و سطح سینی رو کاملا با اون کاور می‌کنیم که نونهای بربری به داخل سینی ما نچسبه. این آرد سمولینای ذرت همون آردی هستش که قدیما وقتی که نون بربری از فر میومد بیرون، کاملا با برس از پشت نونها اون رو پاک می‌کردن. شما از آرد معمولی میتونید استفاده کنید. خمیر ما بعد از 1 ساعت و 45 دقیقه کاملا حجیم شده یا به قول معروف ور اومده. اون رو روی سطح صاف آرد پاشی شده میخواییم برش گردونیم. اول توسط سرانگشتان پف خمیر رو میگیریم، از دیوارها اون رو جدا میکنیم و روی سطح کار برمیگردونیم. من خمیرم رو داخل مایکروویو خاموش قرار دادم و یا میتونین داخل فر خاموش قرار بدین. چون محیطش بسته است، سریعتر خمیر ما حجیم خواهد شد، ولی در دمای محیط آشپزخونه هم کافی خواهد بود. وقتی که اون رو به سطح کار برگردوندیم، به مدت 15 تا 20 عدد میشماریم و خمیرمون رو ورز میدیم. سپس توسط ترازو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم، با وردن اونها رو رول میکنیم و وردن و سطح کار رو توسط آرد آغشته میکنیم که خمیر ما نچسبه. نون بربریمون رو به این شکل فرم میدیم، اون رو به داخل سینی فر منتقل میکنیم و از اون محلولی که قبلا آماده کرده بودیم که الان خنک شده، سطح کار رو کاملا آغشته میکنیم. سعی بکنین که سطح کارتون رو مثل من خیلی کنجد نریزین. من از کنجد زیاد استفاده کردم و این باعث شد که نون من خیلی دیرتر برشته شد و وقتی که دیر برشته بشه، پشت نون شما کاملا سفت و خشک میشه. شما این اشتباهی که من کردم رو نکنین. توسط انتهای لیسک، قاشق چوبی یا انتهای لیسک، شیارهای یا حفره‌های عمیقی رو که همینطور که دارین می‌بینین روی سطح نون ما ایجاد می‌کنیم. سپس روی اون رو کنجد پاشی می‌کنیم و در فری که از قبل گرم شده، اگر فر برقی دارین، فر من برقی فندار هست که از 200 درجه سانتیگراد گذاشتم گرم شد، به مدت 25 دقیقه برای فرهای گازی فندار برای 220 درجه سانتیگراد تقریبا به مدت 30 دقیقه. سطح کار که برشته شد، اون رو میتونین از فر بیارین بیرون و بلافاصله برش بزنین و داخل یک حوله آشپزخونه تمیز قرار بدین یا اینکه داخل جانونی قرار بدین و شروع به نرم شدن میکنه. ولی من خودم کاملا برشته این رو دوست دارم.